سلام و درود بر دوستان عزیز، من عبدالرضا صدردینی هستم. با توجه به شرایط کنونی مارکت میخواستم یک در واقع نوع پوزیشن گیری خدمتتون عرض کنم که هم اگر مارکت به سمت بالا بره ما موقعیت های خرید رو از دست ندیم و هم اگر مارکت به سمت پایین بره ما تا حدی بتونیم اون رو هج بکنیم و سودش رو به دست بیاریم. بهترین نمادی که برای این کار میشه در نظر گرفت، به خاطر اینکه هزینه آنچنانی روش نمیشه انجام داد و از طرفی در واقع تریپ زب در سه هستش، در واقع لیوریج هستش، TQQQ هستش که خود نماد کیوز رو در واقع یا تریپل کیوز رو در واقع فالو میکنه. اگر در نظر این قیمت کنونی 29.89 دلار یا بگیم 30 دلار، من چنین چیزی در ذهنم هستش که بتونیم برای شما در واقع ترسیم بکنیم. فرض بفرمایید که ما الان خریدمون رو انجام بدیم و بخوایم که در واقع انتظارات سودی داشته باشیم، ولی مارکت خلاف انتظارات ما که روی 30 دلار در واقع میخوایم خرید بکنیم بیاد در واقع نزول پیدا بکنه و بیاد پایین. این رو ما میخوایم این مقدار رو اگر ریزش اتفاق افتاد بتونیم در واقع دریافت بکنیم. اول خدمتتون عرض بکنم شما باید نمادی رو مد نظر داشته باشید که anyway بخواید بخرید، یعنی شما همین الان نظر داشته باشید که فرضاً این نماد رو بخرید. اگر چنین منظوری ندارید میتونید نمادهای دلخواه خودتون رو پیدا بکنید که این نظر رو داشته باشید که بخواید anyway بخرید، ولی یکی از اون بهترین هایی که من در واقع بررسی کردم همین نماد TQQQ هستش که اینجا شما ملاحظه میفرمایید. حالا ما یه و اینه که باید حداقل 100 تا از اون رو بخواید خریداری بفرمایید. اگر ما این نماد رو 30 دلار خرید کردیم و این نماد تنزل پیدا کرد اومد پایین، ما میتونیم تا 15 دلار اون رو در واقع هج بکنیم، یعنی اگر بیاد پایین 15 دلار فاصله بین 15 دلار تا 30 دلار هستش، 1500 دلار این وسط میتونیم سود بگیریم. کاست بیس ما به جای 30 دلار میاد پایین میشه 15 دلار، یعنی انگار ما از 15 دلار خرید کردیم و انتظارات سودی خودشمون رو داریم. حالا بچه دیگه این هستش که نماد از همین جایی که خرید کردیم شروع کنه به بالا رفتن. ما یک محدوده رو مشخص میکنیم که تا اونجا مثلا روی عدد 70 دلار ما چیکار میخوایم بکنیم؟ در واقع انتظار داریم که بیشتر از اون طی یک سال یا یک سال و نیمه که زمان داریم بیشتر بالاتر نره و اینجا در واقع از پوزیشنمون خارج بشیم. 30 دلار خرید کردیم و هولوش 70 دلار یک کاور کال یا در واقع سل کال میفروشیم روش که در واقع سیو سود بکنیم. 30 دلار خرید کردیم، 70 دلار میفروشیم. البته این وسط یه مقدار هزینه‌های دیگه هم داره که خدمتون نشون میدم. این سل کالی که این بالا ما میفروشیم میاد بخشی از اون پوزیشنی که ما بابت هج میخوایم بگیریم رو کاور میکنه. پس اینجا و این پایین ما اول چیکار میکنیم؟ یه لانگ پوت احتیاج داریم بر روی 30 دلار و یه سل پوت احتیاج داریم بر روی 15 دلار. چیزی که هستش من انتظار ندارم که بذاریم، من این توضیحی که دادم خدمتون رو مد نظر داشته باشید. حالا اینجا در واقع عدد 23 رو میبینید، یعنی آغاز سال 2023. من انتظار ندارم اگر مارکت بخواد روند ریزش رو ادامه بده بیشتر از این سال 23 باشه. اگر تا این مقدار بیاد پایین، ما به خاطر اینی که دیتا هم یک ضریبی هستش که در میزان سوددهیمون بسیار موثره، دلیل نداره که بیشتر از در واقع انتهای سال 2022 این هج رو نگه داریم، ولی در ازاش این آستانه سل کالی رو که ما میخواییم بفروشیم رو میتونیم چیکار بکنیم؟ برای آخرین تایمی که در واقع این اکسپایری دیت مشخص هستش و اون هم ژانویه 2024 هستش، در واقع سل کالمون رو اونجا روش ست بکنیم. حالا برای این منظور من ببینید چجوری پوزیشن میگیرم و چه اتفاقی میفته. پس ما یه پوزیشن میخواییم بگیریم که اول لانگ پوت باشه از 30 دلار به 15 دلار، چون بیشتر از اینو در اختیار اون نمیذاره. الان بیاین توی ترید، میایید روی در واقع پایان امسال در واقع نگاه بکنید برای 16 دسامبر 2022، عدد 30 بای در قسمت پوت میشه لانگ پوت
و اینجا بالاتر، یعنی در واقع کمتر میزان عددی که نشون میده عدد 15 هستش. اگر من کنترل بگیرم و اینجا در واقع پوزیشن رو ست بکنم، ببینید به من یه ورتیکال میده. کاری که باید بکنید که خیلی ظرافت داره اینجا انجام بدید این هستش، بیایید اول این ورتیکال رو بکنید کاستوم، دوم اینجا سینگل اوردر رو بزنید بلاست آل. خب تا الان ما یه پوزیشن اسپرد داریم در واقع دبیت پوت اسپرد، که اگر پوزیشنی اگر نماد ما به سمت پایین رفت، از 30 دلار تا 15 دلار هزینه های ما رو در واقع ضرر ما رو کاور میکنه. همیشه یادتون باشه این جی دی سی باید باشه اینجا. بعد از اون میاد رو همین اسک میزنید، ما میخوایم پوزیشن رو بخریم برای لانگ ترم داشته باشیم. اینجا میاد عدد 1 رو تبدیل به 100 میکنید. و کار دیگه که باید بکنیم این هستش که حالا بیایم اون کپی که میخوایم روی قیمت بذاریم رو برای خودمون مشخص بکنیم. اگر خوشبین باشیم به این کار که چقدر میخواد سود بکنه و مارکت حتی بیاد پایین، یه مقدار پایین به ما سود بده، اگر مارکت ریزش رو بعد توان بالا رفتن داشته باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که تا 70 دلار عطا ببخشید. دیگه این اکسپایری 16 دسامبر رو کارش نداره، میایم روی آخرین اکسپایری روی 70 دلار مثلا چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم که یه سل کال ببندیم. امکان داره شما بخواید عدد پایینتر رو 60 بگیرید، امکان داره بخواید بالاتر روی مثلا حتی عدد 75 یا 80 بگیرید. این کاملا به خود شما بستگی داره، میتونه آسان سود بیشتری برای شما ایجاد بکنه، ولی حالا من رو عدد 70 چون میخواستم تقریبا یک سود 100 درصدی رو خدمتون نشون بدم، تقریبا برای همین در نظر گرفتم. شما کافی که روی این کلیک بکنید میبینید که به راحتی در واقع یک سل کال اضافه شد به این پوزیشن و اینها مجموع اینها یک پوزیشن شدش که در واقع برای شما میتونه با هم بره. اگه من این کانفرمنسن رو بزنم، نگاه بکنید تمام پوزیشن ها یه بای ورتیکال از روی 30 به 15 پوت در واقع هستش، 5 دلار 14 سنت برای شما هزینه داره. 100 تا پوزیشن داریم میگید به قیمت فعلی، که این رو هم حتی میتونید به صورت لیمیت در واقع ستش بکنید، بگید یه مقدار بیاد پایین تا یه مقدار بره بالاتر، و در نهایت این سل کالی که در واقع میبینید اینجا تنظیم شده، 3 دلار و 15 سنت این به شما کردیت میده که میاد این 5 دلار و حالا 14 15 سنت اینجا رو در واقع 3 دلار خوردهش رو کاور میکنه، انگار شما 2 دلار فقط بابت هج باید بپردازید. اگر من این رو حالا در واقع اینجا بخوام نشونتون بدم، همه اینا رو هم جی تی سی بذاریم، اینا رو همونجور که عرض کردم میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم در واقع یه مقدار اگر فقط دکمه ها رو بزنیم فلو کنیم اینها لیمیت میشن، یعنی همین عددی که هستن. منطقه شما میتونید یه مقدار حالا کانسرواتیو باشن، مثلا یه سنت از این کم کنید، یه سنت به این اضافه کنید، یا قیمت رو 2 سنت بیارید پایین و بالا. شما این کانفرم رو که بزنید در واقع این شاید براتون ایجاد میشه و به راحتی میتونید این پوزیشن رو بگیرید. من دوباره توضیح میدم براتون که اگر با این شرطی که داره گفته میشه، اگر قیمت ما ریزش بکنه تا پایان سال 2022 یا آغاز سال تا پایان سال 2022، اگر قیمت ما ریزش بکنه از 30 دلار که قیمت کنونی هستش تا 15 دلار که تقریبا اینجا میشه، ما میتونیم حدود 1500 دلار سود بگیریم. در اون صورت اگر از اینجا مارکت به سمت بالا بره، کاست بیس ما 15 دلار خواهد بود، و اگر روی 70 دلار بفروشیم، خب سود چند صد درصد میشه، یه چیز حدود 350-400 درصد. ولی اگه همونو در نظر نگیریم، از همینجا بگیم مارکت داره میره به سمت بالا و تا 70 دلار ما تقریبا 32 دلار میپردازیم، 29.89 قیمت خودش بود، دیدیم که 2 دلار هم تفاوت قیمت این هج بود که اینجا پرداختیم، حدود 32 دلار میپردازیم و حدود 70 دلار در واقع اگه کاورد کال ما اساین بشه، در واقع 38 دلار، چیزی بیش از 100 درصد طی یک سال و نیم آینده آیدمون میشه که میتونه سود بسیار بسیار چشمگیری باشه. مطلب بعد این که اگر شما در واقع به یک نتیجه ای رسیدید که خواستید
این هج پایین رو ببندید. اگر مارکت سمت پایین نرفت و رفت بالا و سوینگ های متوالی رو طی کرد، امکان داره بعد از هر بریکی که داره اینجا میزنه شما به این نتیجه برسید که من خب باید این پوزیشن رو ببندم و یه رزیجوالی داره، حالا از اون 5 دلار خورده ای اولیه، 5 دلار 15 سنت اولیه، امکان داره مثلا 2 دلارش رو شما بتونید چیکار بکنید اگر هنوز تایم داشته باشید، چون این تایمش 2023 هستش، در واقع سیو بکنید. اگر هم نه که بزنید اصلا دستش نزنید، باشه اکسپایر میشه، ولی در ازاش این پوزیشنی که برای ژانویه 2024 ما گرفتیم روی 70 دلار اگر اساین بشه شما در بهترین شرایط قرار دارید. اگر این اتفاق بیفته که مارکت از اینجا بره بالا و به 70 دلار نرسه، یا بره بالای 70 دلار و بعد بیاد زیر 70 دلار، در اکسپایری دیت در واقع شما سهام برای خودتون میمونه و چیزی رو از دست نمیدین، و در بالا رفتن بعد از سال 2024 که اینجا هستش چی میشه؟ این سهام رو میتونید دوباره ازش از سودی که میبرید استفاده بکنید. بنابراین جهت‌های بسیار مثبتی داره که میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. خوش و خرم باشید. خدا نگهدار.